امروز پنج شنبه 8 آذر 24 ساعت از آتشبس موقتی که بین اسرائیل و گروه تروریستی حزب الله برقرار شده گذشته در این 24 ساعت چه اتفاقاتی اتفاق افتاده در منطقه لحظه به لحظه خبرها دارن به روز میشن خبر خبرها دارن خیلی سرعت خیلی بیشتری نسبت به هفته و ماهای گذشته داشتن عراقچی همین ساعتی پیش برگشت گفت که اگر که سازمان ملل تحر... تحریم های خودش رو برگردونه بر علیه جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ساخت بمب هسته‌ای رو شروع میکنه نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تلاویو مهمان این قسمت از برنامه است بدانید آگاه باشید نام این برنامه وضعیت قرمز است روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است نوید از آتش شروع کنیم در این 24 ساعت چه گذشته فکر می... ف... من خودم به شخصه فکر نمی کنم که این آتش بتونه دوامی داشته باشه محمد جان اول شادباش میگم پیروزی محور مقاومت که فکر کنم به خاطر این پیروزی من و تو جفتمون لباس پلوخوری پوشیدیم حالا اگر این پیروزیشونه دیگه فکرشو بکن شکستشون چجوریه خیلی جالبه که حتی حسین سلامی هم نامه شوم به نعیم قاسم داده و پیروزی محور مقاومت و حزب الله لبنان بر ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی رو شادباش گفته بسیار خوب خب اگر آقای نعیم قاسم وجودی دارن یا همونطور که شما قبلا هم در برنامه های قبلیت گفتی اگر چیزی اون پایین دارن لطف کنن تشریف بیارن برگردن سر خون زندگیشون در بیروت در زاهیه بیروت و اینقدر دیگه مزاحمت برای مردم ایران و خوردن از خزانه ملت ایران رو ادامه ندن خوبیت نداره نفرین مردم پشتشونه حالا از چوخی گذشته بیا درباره آتش بس صحبت بکنیم اگر اسمشو گذار بشه گذاشت آتش بس، اسرائیل همچنان همونطور که رئیس کل ارتش اسرائیل وعده داده آتش بس رو با همون به گفته خود هرسی هلوی با عزمی محکمتر از همون اداره عملیات رزمی ادامه میده بدین معنا که اجازه نمیده مناطقی که همکنون به قول معروف ورود شهروندان لبنانی به اونها تا استقرار ارتش لبنان در مرزهای اسرائیل ممنوع باشه این شهروندان بخوان بیان به, اون مناطق برگردن از خودروهایی گزارش شده که خواستن به ما الان محمد جان در به قول معروف در دوران انگولک به سر میبریم یعنی حزب الله لبنان الان داره یه جوری میسنجه ببینه میتونه مثل قبل با این آتش بس و مفاد و به قول معروف اون از اسرائیل بازی بکنه یا نه اینطور که تا الان حداقل مشاهده میشه به ضررش بوده چرا که خودروهایی که خواستن به همون دهکده های هممرز اسرائیل بیان به طرف اونها شلیک های هشدارآمیز صورت گرفته هفت تروریست حزب الله از زمان آتشبس تا الان کشته شدند چون به گفته مقامات ارتش اسرائیل به شکل مخاطره آمیزی به سربازان اسرائیل نزدیک شده بودند و باید دید حالا اگر این اسمش آتشبسه واقعا من خودمم شخصا نمیدونم تا چند اندازه این آتشبس دوام داره قدر مسلم اینه که حداقل اگر بخوایم به گفته های نخست وزیر اسرائیل بینمتن بسنده بکنیم ارتش نیاز به این داره که نفسی تازه بکنه و نیروهای خودش رو سر و سامون ببخشه اون نیروهای ذخیره ای که الان برخی از اونا بیش از دویست روزه که به شکل مداوم به جبهه فراخونده شدن برن استراحتی بکنن نفسی تازه بکنن باید دید که وضعیت باریک قزه هم چطور خواهد بود با تمام ابهاماتی که در مورد این قرارداد آتش بس وجود داره مسلما یکی از دستاوردهای بزرگ اسرائیل اینه که تونسته اون جبهه مقاومت رو تبدیل بکنه به جناهای مقاومت بدین معنا که اگر حسن نصرالله قبل از اینکه کتلت بشه گفته بود که جنگ با اسرائیل تا برقراری آتش بس و توقف جنگ در باری که قضه ادامه خواهد داشت دیدیم که چطور نهیم قاسم با اون صورت عرق ریزان و اون پروژکتوری که قرار بود ظاهرا بچه ها رو به ترسونه وزیر چونش گرفته بود گفته بود که ما از قرارداد آتش بس استقبال میکنیم یعنی اینکه حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی دیگه اون پافشاری قبلی رو که توقف جنگ در جنوب لبنان رو به توقف جنگ در باری که قضه منوط بکنن دیگه این توانایی رو ندارن نوید آیا از مفاد این آتش پس هم خبر یعنی چیزهای زیادی داریم یا نه اطلاعات اندک وجود داره یکی از نقطه زرف های بزرگ این آتشبس به باور شخصی خود من اینه که منطقه استریل در جنوب لبنان تعریف نشده یعنی شهروندان لبنان همچنان میتونن بیان و بر اساس این آتشبس که البته ش روز به طور آزمایشی برقرار خواهد بود و بعدا باید به نتیجه برسند که ببینن که آیا این آتشبس ادامه پیدا میکنه یا نه شهروندان لبنان و طبیعتا اعضای حزب الله این امکان رو دارن که به مناطق مرزی همجوار با مرز اسرائیل برگردن ولی این بار فکر کنم دیگه این توبه از اون توبه قبل نیست چرا که همونطور که اسرائیل قبلا اشاره کرده بود و در اون شبیه سازی هاش و در نقشه هایی که پیش از حمله گسترده به جنوب لبنان ارائه کرده بود نشون داده بود که در تک تک منازلی که در مرز اسرائیل و حتی تا رودخانه لیتانی قرار داره حزب الله مقادیر زیادی مهمات و جنگ افزار رو انباشته بود یعنی تعداد بسیار زیاد خمپار اسلحه و آزوقه برای همون یگان رزوان خودشون و خونه هایی که تک تک منهدم شدن الان دیگه من فکر کنم که اون امتحان اصلی اسرائیل اینه که آیا دوباره اجازه میده که در پوشش بازسازی خونه هایی که نابود شده باز هم اتاقی یا گاراژی یا انباری به انباشتن سلاح‌های حزب الله در جنوب لبنان اختصاص داده میشه یا این دفعه اسرائیل هیچ کدوم از این موارد رو بر نمیتابه و مستقیما علیه این اقدامات جمهوری اسلامی و حزب الله اقدام میکنه نمید فکر میکنی که اسرائیل یعنی همین الان این سال رو بپرسم که فکر می‌کنی که اسرائیل این امکان رو میده یا یعنی اینکه کوتاه میاد که دوباره حزب الله بتونه خودش رو بازیابی بکنه ببین محمد جان برای اینکه حزب الله لبنان بخواد خودش رو بازیابی بکنه و خودش رو بخواد ترمیم بکنه و وضعیت خودش رو هم از لحاظ مخصوصا از لحاظ تجهیزات نظامی خودش دوباره بخواد بهبود ببخشه نیاز به محورهای قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان و فرود هواپیماهای جمهوری اسلامی در پوشش پروازهای غیر نظامی از جمله فارس، قشم، ایر و ماهان و حتی حتی, حتی 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 هواپیمای ملی ایران هما میدونی که تا قبل از 7 اکتبر این هواپیماها رسما اسلحه بار می‌زدند و در فرودگاه بیروت اونها رو تخلیه میکردن این دو محور برای انتقال اسلحه به حزب الله لازمه اونطور که در روزهای اخیر مشاهده میشه اسرائیل همچنان اون مسیرهای قاچاق رو هدف قرار میده اجازه نمیده که کامیونها و خودروهای مشکوک از سوریه وارد لبنان بشن و طبیعتا به فرودگاه بیروت هم اینطور که همونطور که قبلا به قول معروف شاهد این بودیم که ظاهرا هواپیمایی که حاوی اسلحه است و قرار بود که در فرودگاه بیروت فرود بیاد و ارتش اسرائیل به دولت لبنان گفته بود که اگر این هواپیما فرود بیاد در فرودگاه بیروت ما فرودگاه بیروت رو میزنیم و وزیر ظاهرا ارتباطات یا ترابری لبنان بود فکر کنم که رسما از حزب از برج و مراقبت خواسته بود که هواپیما از همون رای که اومده بود برگرده اگر این قدرت بازدارندگی اسرائیل و اسرائیل و فقط اسرائیل مسئول حفظ و به قول معروف تقویت این بازدارندگی هست اگر این قدرت حفظ بمونه ما شاهد این خواهیم بود که کم کم حزب الله با اینکه هنوز هزاران موشک و راکت در اختیار داره ولی عملا قادر به بازسازی نیروی تخریبی خودش نخواهد بود نوید هفته پیش در آخرین گفتگویی که با داشتم در مورد حکم دادگاه لاهه با هم دیگه صحبت کردیم در اون گفتگو تا جایی که یادم هست گفتی که این حکم نمیتونه تاثیر زیادی داشته باشه یا اینکه اتفاقاتی بیفته فقط یه سری محدودیت رو میتونه به وجود بیاره و اینها ولی خب در 24 ساعت گذشته که این آتش بس رسما اعلام شده تعداد خیلی زیادی از تحلیلگران دارن میگن که اون حکم دادگاه لاهه یکی از فشارهایی, به فشارهایی بوده که به دولت اسرائیل اومده اوورده که این آتش, آتش بس رو بپذیره چقدر این تحلیل رو درست تصور میکنی؟ اتفاقا برعکس محمد جان همونطور که خودت هم میدونی فرانسه که قبل گفته بود که این حکم دیوان کیفری بلوم الله رو محترم میشماره و اگر مقامات ارشد اسرائیل از جمله وزیر دفاع پیشین و نخست وزیر پا روی این پا تو خاک این کشور بذارن اونها رو بازداشت میکنه الان داریم میبینیم که حرف خودش رو پس گرفته به چه معنا بعد از آتش بس حرف خودش رو پس گرفته دیگه نه نه حتی قبل از آتش بس یعنی این یکی از موارد بود که ظاهرا رسیدن به توافق آتش بس رو درش تاخیر ایجاد کرده بود الان توضیح میدم برات فرانسه خیلی میل داشت که بخشی از این نیروهای ناظر آتش بس باشه به همراه ایالات متحده و البته بریتانیا ولی اسرائیل اومد گفت شما نمیتونید از این طرف یعنی با دست پس بزنید با پیش بگید با پیش بکشید بگید, بگید که از این طرف حاضرید که این حکم دیوان الهه رو محترم بشمونید اجرا کنید و از طرف دیگه خواهان ناظر باشید پس اگه اینطور باشه آقا ما شما رو به خیر و ما رو به سلامت و فرانسه وقتی این رو دید در <تصفح> حکمی که در دادگاه فرانسه صادر شد گفته بود که چون فرانسه یه چیزی گفته بود آه چون اسرائیل عضو این دیوان کیپری نیست پس اون حکمی که صادر شده اعتبار از به قول معروف فاقد اعتبار هست از سوی دیگه بریتانیا هم گفته بود که فقط و فقط دولت بریتانیا تصمیم خواهد گرفته که این حکم رو آیا اجرایی خواهد کرد یا نه و به نوعی به اسرائیل علامت داده که نه شما میتونید بیایید و برید و ما قرار نیست کسی رو بازداشت بکنیم آلمان هم همچین صداهایی داره ازش شنیده میشه ظاهرا در روزهای آینده شاهد این خواهیم بود که آلمان هم اعلام بکنه که این حکم رو محترم نمیشماره همین چهار کشور غرب اروپا چهار کشور مهم برای اسرائیل کافی است البته اسرائیل میتونه انتظار داشته باشه که کشورهای اسکاندیناوی از جمله محل سکونت خودت خب تو اسکان بلژیکی ولی خب بلژیک دانمارک نروژ و سوئد ظاهرا قراره که این حکم ها رو محترم کنن و چون اهمیت زیادی از لحاظ بین برای اسرائیل و پیشبرد سیاستش ندارن پس اسرائیل هم در مورد اینکه آیا اونها این حکم رو محترم بشمرن یا نشمرن اصرار قابل توجهی نمیکنه بارها در ماهها و هفته های گذشته گفتن ما ملت ایران باید به فکر منافع ملی خودمون باشیم کسی که به, نفع... به فکر من... منفعت ملی من و تو هست ولی عهد ایران شاهزاده رضا پهلوی است و ما هم باید آنگونه باشیم همونطور که شاهزاده رضا پهلوی گفتن از قدرت های سیاسی و نظامی میتونیم کمک بگیریم برای وقوع انقلاب ملیمون در 24 ساعت گذشته خیلی از ایرانیان منتقد این آتش بس بودن چرا بر این باور بودن که ادامه دادن به این حملات میتونه سبب تضعیف شدن جمهوری اسلامی بشه و به نابودی به شکلی به نابودی جمهوری اسلامی بکشه واسه همین خب خیلی نار... شاکی هستن خیلی ناراضی هستن در خود اسرائیل چگونه است نوید آیا اینکه ایرانیان شاکی هستند به خاطر منفعت ملیشون هست یا تصور میکنی که نگاه دیگر دارند بر حال نظر و تحلیل نهایی رو در مورد این قضیه بگو در مورد آتش بس که چگونه است وضعیت منطقه چگونه خواهد شد آیا این آتش بس اونطوری که بچه شیعه دارن پر در یک پیروزی است اگر پیروزی است چه پیروزی است اگر نیست بب... که به باور من خفت و خاری برای جمهوری اسلامی و بچه شیاس این آتش بس و اصلا تا همین امروز اونقدر خار و خفیف شدن اونقدر خفت سید علی ای داشته به جز پرو بازی کاری دیگه نمیتونن انجام بدن تا دو تا سال آخرم رو هم ازت بپرسم من محمد جان قبلا هم بهت گفته بودم الان سعی میکنم یه خورده باز بی پرده تر صحبت بکنم این حکومت انقدر پر روح هست معذرت میخوام که اینو میگم که اینا حتی اگر یک چوب یا یک باتون با فشار حد وارد بخش پسینشون بشه اینا میگن ببینی... بخش پسین منظورتون نشیمنگاهه؟ بله ما ببینید... میگن ما ببینید ما عجب بخش پسینی داریم که تونستیم این چوب رو اسیر بکنیم بخش اینا... نشیمنگاه منظوره یعنی که... ما چه نشیمنگاهی داریم میتونستیم این چوب رو از به اسارت خودمون در بیاریم اینا اینطورین، اینا این جماعت از رو نمیرن و اون عرازشه که خب الان باید برن خیر رهبرشون رو بگیرن که چطور تونستی با تفکیک جبهه ها مقاومت بکنی چطور تن دادی به اینکه که الله عزیز دردونت که قبلا گفته بود که تا قراری آتش بس یا توقف جنگ در قز جنگ با اسرائیل همچنان ادامه داره کو اینا کجا رفت و یک نکته رو فقط باید بگم در باره این طبیعتا طبیعتا من هنوز باور باور دارم که در دراز مدت مردم ایران یکی از ذینفعان این قرارداد آتش بس خواهند بود هرچند که قبلا گفتم ابهامات بسیاری در این باره وجود داره بنیامین نتانیاو هنوز از شهروندان اسرائیلی ساکن شمال نخواسته که به خانه با کاشانه خودشون برگردن اونها بیش از هر کسی دیگه شاکی هستند چون میگن ما رو با حال خودمون گذاشتید و حق هم دارن چند نکته رو باید به خاطر داشته باشیم یک این قرارداد فعلا 60 روز به طول میکشه و باید دید که بعد از 60 روز اتفاق میفته به باور من وضعیت بهتر خواهد شد چون تو تا اون چهار روز دیگه دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شده و اون پشتیبانی که حداقل اگر به جمهوری خواهان بسنده بکنیم و وعده هایی که دادن از جمله رهبر اکثریت جمهوری خواها در سنای آمریکا که علنا به اسرائیل گفته استقامت کنید خودتون رو مقاوم نگه دارید کمک در راه است این علنا حرفایی که من دارم نقل به مضمون درباره این رئیس اکثریت جمهوری خواه در سنای آمریکا میگم قضیه که دو هفته پیش گفته بود با پیروزی دونالد ترامپ و یک نکته باید گفت نتانیاهو در سخنرانی خودش قبل از اعلام رسمی آتش بس گفته بود که البته به اون نکته اشاره کردیم که بعدی خورده ارتش نفس تازه بکنه و اینجور چیزها ولی گفته بود که ما الان داریم تمام تلاش خودمون رو متوجه توان هسته ای جمهوری اسلامی ایران میکنیم و اگر این کافی نیست در ادامه حرفاش گفته بود که انبارهای اسلحه ما که الان به شکلی خالی شده با از با مهمات مورد نیاز ما پر خواهد شد من اگه باشم و دو تا چارتا تا میکنم من فکر میکنم همونطور که دونالد ترامپ هم قبلا در وعده انتخاباتش گفته بود که مشکل بزرگ جمهوری اسلامی توانایی نظامی هسته اون هست ما باید به محض ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید ظاهرا شاهد انواع و اقسام آتش بازی های سنگر شکن در ایران باشیم که ظاهرا اماکن حساس مربوط به پروژه هسته جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده و این به باور من بازی دو سر برده هم برای کشور اسرائیل و هم برای مردم ایران چرا که جمهوری اسلامی رو بیش از پیش ضعیف‌تر می‌کنه. نوید به عنوان سال آخر عراقچی گفته که اگر که سازمان ملل تحریم ها رو برگردونه ایران به شروع به ساخت بمب هسته‌ای میکنه در سخنانی که نتانیاهو دیروز داشت برگش گفت که یکی از بزرگترین ماموریت های من نابود کردن تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی از طرف دیگه از سید علی بگیر تا مقامات مسئولین جزء جمهوری اسلامی همه گفتن که وعده صادق سه رو حتما انجام خواهیم داد الان اگر اینها به اون سمت برن یعنی به سمت ساخت سلاح هسته‌ای برن که امریکا و اسرائیل بدون تردید حمله خواهد کرد اگر نرند باز اسرائیل حمله میکنه به باور من چرا چون که هم تصمیمش رو گرفته هم قرارش اون وعده صادق اونا وعده وعده جمهوری اسلامی که حالا عملی هم بشه اتفاقی نمیفته برخلاف توهمی که دارن با توجه به دو تا تجربه ای که در ماهای گذشته داشتند تحلیل نسبت به این قضیه چیست باید باید منتظر بود اسرائیل اگر به گفته های مقامات ارشدش استناد بکنیم الان بزرگترین پروژه‌ای که پیش رو داره از کار انداختن پروژه هسته جمهوری اسلامی البته چون الان دانشش رو دارن این حمله میتونه رسیدن جمهوری اسلامی به توان هسته‌ای رو چند سالی به عقب بندازه ولی ولی من فکر میکنم که اسرائیل با این کارش نوعی پیام هم به مردم ایران خواهد داد که مردم بجنبید برای آیندگی خودتونم که شده بجنبید در هفته های اخیر ما شاهد تجمعات تجزیه طلبانه بودیم در سراسر اروپا انسیتومبری اینها این تجمعات رو پوشش داده نه به خاطر اینکه از تو مملی طرفدار تجزیه ایران هست به هیچ وجه بلکه فکر کنم پیامی که در این اب نهفته است اینه که مردم ایران زودتر بجنبید تا ایرانی هنوز باقی مونده اگر نجنبیم و منتظر خوبی ها و همت کشورهای بیگانه و بقیه باشیم ایرانی دیگه نمیمونه که بخواد آزاد باشه زنده باد نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تلاوی مهمان این قسمت از برنامه بود لایک کنید کامنت بذارید آها یه چیزی هم بگم قبل از که برنامه رو تموم کنم آقا این بچه شیعه ها به جز پرروگری هیچ چیز ندارن بچه شیعه ها به جز توهم هیچ چیزی ندارن این بچه شیعه ها به ام... این بوغه رو بذارید بیارم داخل برنامه داخل این برنامه هیچ وقت از بوغ استفاده نمی کنم آره استثنا خاطر بچه شیعه داخل این برنامه از بوغ استفاده می شیعه به بجز... با روبازی هیچ چیز ندارن در نتیجه آقا اون شادی که دارید میکنید شادی نیست از, از اون چیزی که تا کنون در لبنان و در سوریه و اینا به جا مونده خرابه بیش نیست خرابه پیروزی محسوب نمیشه انقدر رو نباشید آقا جنگ زده تک تک شما آه قبل از که جنگ زده باشم آقا این نکته بگم لایک کنید کامنت بذارید از سوشال میدیا خودتون به اشتراک بذارید اونایی که بیرون از ایران هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت مالی بکنن ملت شریف ایران درد و بلاتون به جونم بخوره ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید ملت شریف ایران مرواتون به همه روز جنگ زده یه تک تک شما محمد تنگستانی هستم شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است فقط اومدم بگم که برای بقای مجله تصویری سینما نیاز به حمایت شما وجود داره سه گزینه شهروند پرسشگر شهروند نگران و شهروند سیاسی این پایین کنار دکمه سابسکرایب که دکمه جوین ممبرشیپ یا همون حق و عضویت هست رو میتونید بزنید و عضو بشید و اینگونه به بقای مجله تصویری سینما رکس که صدای شما ملی است کمک بکنید اینطوری هم فرهنگ سازی کردیم که هزینه یک رسانه رو مردم باید پرداخت بکنن نه کشورها و دولت هایی که به دنبال منافع خودشون هستن هم سبب بقای مجله تصویری سینما رکس شدید هیچ گونه تام نیست یعنی این گونه نیست که بگم آقای یک سری امکانات دیگر در اختیار کسانی که این گزینا رو میزنن انجام میدم نه فقط بس بس است که مجله تصویری سینما رکس بتونه بقا پیدا بکنه یه نکته آها این نکته هم داشت فراموشم میشد نگو که بعدن این کارم انجام میدم زمان زیادی ازت نمیگیره همین یعنی الان این کارو انجام بده که بتونیم یک تعاملی داشته باشیم من تلاش میکنم که برنامههایی با کیفیت بسازم به چشم فکر و گوش شما احترام بذارم شما هم تلاش بکنید که مجله تصویری سینما که تنها گذار شما هستید تداوم داشته باشه من شغلی به غیر از روزنامه نگاری ندارم فردا بعد از طلوع آفتاب این گربه دوباره شیر خواهد شد